خصلتی پاک بودن از مهمترین اخلاقهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن فرستاده شده اند این عفت و پاکی است و از سوالهای هرقل به ابو سفیان چنین بود من از تو میپرسم که او شما را به چی امر میکرد گمان میکنم که او شما را به نماز و صدق و به پاکی و وفاداری به عهد و ادای امانت امر میکرد هرقل گفت و این صفتی پیامبران است حدیث و روایت امام بخاری و مسلم پاکی و عفت این پرهیزگاری و پاکی اخلاق و دوری از بدیها و چیزهایی که حرام است شخص مسلمان با عفت و پاک نمیگردد تا اینکه دست پاک زبان پاک بینایی و شنوایی پاک داشته باشد پاکی زبان این ترک مسخره و ترک غیبت سخنچینی و ترک فحشی زبان است و پاکی چشم این پوشیدن چشم از نامحرمان و نگاه نکردن به چیزی که در دست دیگران است و پاکی گوش این ترک گوش کردن محرمات به مثل موسیقی و جاسوسی بر دیگران و پاکی دست و اعضای بدن این است که انسان به دستش به دیگران آزار نرساند و چیزهای را استفاده نبرد که شریعت استعمال آن را اجازت نداده است و از نوهای عفت و پاکی حیا و ستر عورت است الله سبحانه و تعالی فرمود ای فرزند آدم شیطان شما را گمراه نکند چنان که پدر و مادر شما را از بهش بیرون آورد جامعه هایشان را از آنها بکشید تا به آنها شرمگاهشان را بنماید سوره اعراف آیه 27 و به حفظ کردن پاکی زنان را به حجاب کردن امر کرده شد و هم در خلوت ماندن با شخصی بی گونه حرام گردید پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آگاه باشید حلال نیست که یک مرد با زنی در خلوت بماند مگر اینکه سوم آنها شیطان باشد حدیث با روایت امام ترمذی و امام نسائی و برای ساختن پاکی و عفت الله سبحانه و تعالی ما را از پیرو شدن با راه‌های شیطان که ما را به سوی فحشا میبرد حذر کننده است الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود ای مردمان از آنچه در زمین حلال و پاکیزه است بخورید راه‌های شیطان را پیروی مکنید همان او برای شما دشمنی آشکار است جز آن نیست که او شما را به بدکاری و بی‌حیایی میفرماید و به آن فرماید که آنچه را که نمیدانید به الله تهمت کنید سوره بقره آیه 168 و 169